درود میفرستم خدمتون، حضورتون عرض ادب میکنم هموطنان عزیز و ارجمندم. والتر لیپمن یک تاریخدان و یک جامعه شناس است. یک بررسی دارد در مورد جنگ جهانی دوم. بررسی قدیمی است، جدید نیست، اما او یک تن را به تنها تبدیل میکند، یعنی یک فرد را تعمیم میدهد به تمامی اجتماع. میگوید همان گونه که یک فرد اگر مرتکب اشتباهی شود، پیامدهایش بسیار خواهد بود و هرچه اشتباه سنگین تر باشد جریمه سختری را باید پرداخت کند. ملت ها از این فرضیه و از این قرارداد جدا نیستند. ملت ها هرچه اشتباهشان بزرگتر باشد، در واقع تاوانی که پس میدهند نیز بزرگتر است. او در مورد رژیم آلمان هیتلری صحبت میکند، چگونگی به قدرت رسیدن هیتلر و اینکه مردم اگر به موقع متوجه قدرت خودشون شده بودند، همان قدرتی که هیتلر را به مسند رهبری آلمان رساند، می توانستند که جلوی فاجعه های بعدی را بگیرند، یعنی اجازه ندهند که یک فرد آلمان را چنان به سوی جنگ بکشد که نابود گردد. مادامی که ما مردم وقوف نداریم به اراده خودمان، به قدرت خودمان، باید منتظر باشیم دیگران در مورد ما تصمیم گیری کنند. اگر هیتلر بازوبند سیاها را به خیابانها میفرستاد برای سرکوب مردم، حکومت اسلامی عیناً همان کار را میکند. گروه های سرکوبگر را به خیابانها میفرستد برای سرکوب خشم مردم. اگر هیتلر میگفت ما نژاد برتر هستیم و نیاز به فضای حیاتی بیشتر داریم، حکومت اسلامی میگوید ما مذهب برتر هستیم و ما باید دنیا را مدیریت کنیم. در حالی که وقتی به آمارها نگاه میکنید، میبینید که در مقابل 2 میلیارد مسیحی، 1 میلیارد مسلمان که 100 شعبه هستند، 1 میلیارد هم خدا ناباوران قرار دارند، یعنی کسانی که در طول صده ها و دهه های اخیر باور کردند که آنچه را که مذهبیان میگویند از واقعیتی برخوردار نیست و این فکر و اندیشه را برای رسیدن به قدرت انجام میدند. همان گونه که کشیشان در قرن 17 زمین های بهش را به عرض کنم که مردم میفروختند و مردم برای خریدن زمین در بهش در کلیساها صف میبستند. اینها را چرا خدمتتون عرض میکنم؟ برای اینکه بررسی تازه‌ای سرمقاله نویس نیویورک تایمز دیوید سینگر انجام داده است در مورد اینکه آقای اوباما تغییر رویه داده است در دوره دوم ریاست جمهوریش. او اشاره میکند که در هنگامی که آقای اوباما برخلاف تصور همگان و برای اولین بار یک سیاه‌پوست به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، آقای جورج بوش او را به کاخ سفید دعوت کرد قبل از اینکه رسما قدرت را به او منتقل کند. در این ملاقات خصوصی آقای جورج بوش به آقای اوباما گفت تصور نکنی که من عاشق جنگم یا علاقه به جنگ دارم. آنچه که من در افغانستان، در عرض کنم که عراق انجام دادم، دنبال همان نقشه بزرگی است که آمریکا همواره مد نظر دارد، نقشه راه. این نقشه چه میتواند باشد؟ آقای هنری کیسینجر، سیاستمدار با سابقه، به روشنی گفته است در آینده آمریکا تنها ابرقدرت جهان خواهد بود، ولو اینکه جنگ سوم جهانی درگیرد، از خاکستر جنگ یک نیرو برمیخیزد و آن هم آمریکاست. اما آمریکا چگونه میتواند تنها نیروی برتر جهان شود؟
در حالی که چین وجود دارد، در حالی که روسیه وجود دارد. آقای هنری کیسینجر راهنمایی می کند و نظرش را می گوید. هفت کشور نفخیز جهان باید تحت تسلط و اختیار آمریکا قرار گیرد. بازتر از این که نمی شود توضیح داد. کشورهای نفخیز جهان را که نباید تک تک معرفی کرد. شما می دانید که در کجاها نفت و گاز وجود دارد و بزرگترین صادرکنندگان نفت و گاز کجاها هستند. بدین ترتیب آقای اوباما در دور دوم، هرچند که در دور اول نخواست سیاست آقای جورج بوش را ادامه دهد، بلکه سیاست مدارا را پیشه کرد و امیدوار بود که از طریق جنگ، نه از طریق گفتگوها، بتواند راهی پیدا کند برای کنار آمدن با کشورهایی که نفت دارند اما مدیریت ندارند، اما عقلانیت ندارند. خب اینها را یا باید به وسیله جنگ سر جایشان نشاند یا باید آنها را سرگرم کرد، دستی سر گوششان کشید. به قول پدر مادرها به نو بچه های بیعقل باید قاقالیلی داد تا آروم بنشینند. این سیاست طی 4 سال اول ریاست جمهوری آقای اوباما به جایی منتهی نشد. اینک سرمقاله نویس نیویورک تایمز تصور می کند با بررسی هایی که انجام داده است آقای اوباما بالاخره به این نتیجه رسیده است که نمی توان با حکومت های مثل حکومت های اسلامی کنار آمد، نمی توان معقولانه وارد صحبت شد، حتی نمی توان وارد معامله شد. بنابراین آقای اوباما یک سیاست خاصی را پیشه کرده است، سیاستی که در بعضی جاها مستقیما وارد می شود و در پاره جاها ظاهرا وانمود می کند که تماشاچی است. آنجاهایی که مستقیما وارد می شود مانند قتل بن لادن بود، رهبر طالبان، که هرگز تصور نمی شد به دام بیفتد و یا کشته شود، اما آقای اوباما این را انجام داد و به عنوان یک افتخار در کارنامه خودش به جا گذاشت که من رهبر خطرناکترین تروریست ها را از میان برداشتم. آنجاهایی که نظاره می کند و فقط حرف می زند جریان حکومت اسلامی است. مدام حرف می زند، مدام از گزینه نظامی می گوید، مدام از مذاکره می گوید، مدام از راه های دیپلماتیکی که می تواند به نتیجه مثبتی منجر شود صحبت می کند، اما هیچ اقدام عملی بر نمی دارد. این چنین است که وقتی ملتی مثل ملت بزرگ ایران با آن همه هوش و استعداد تاریخی قادر نیست و نمی تواند برای خود تصمیم گیری کند، همین وضع پیش می آید که همه مردم نشستند و گوش بزنگ این هستند که سرانجام آمریکا چه خواهد کرد. آمریکا به نفع منافع ملت خودش عمل می کند، نه به نفع منافع مردم ایران، و این قاعده است کلی در همه کشورها غیر از کشور ما که متاسفانه به نظر می رسد فاقد عقلانیت است و بی صاحب مانده است. تشکر می کنم از اینکه وقت گذاشتید و به این برنامه توجه فرمودید. تا بامداد فردا همه شما عزیزان را به ایزد مهر می سپارم. بدرود. با همراهی و همگامی شماست که تلویزیون پارس ملی نامیده می شود.